درود بر بینندگان و شنوندگان کانال یک و برنامه شبانه. آرتمیس صبورا هستم، دبیرکل حزب رستاخیز ایرانگرایان و از بنیانگذاران جنبش رنسانس ایرانی. و همونجوری که از هفته پیش شما این برنامه رو دیدید، در این برنامه به یک سری از مسائل روز ایران پرداخته میشه و امروز درباره مهمترین مسئله ای که از 24 ساعت گذشته تقریبا میشه گفت ایران و اسرائیل و خاورمیانه رو یه جورایی تحت تاثیر قرار داده، یعنی حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، حمله پهپادی و موشکی، گفتگو میکنیم و شرایطی که ایران درش هست و اتفاقی که از نظر دفاعی در اسرائیل میفته و افتاده و چگونه باهاش روبرو شدن. ما همونجوری که هممون میدونیم 45 ساله که جمهوری اسلامی هرگز درگیری مستقیم و رویاروی با اسرائیل در واقع پیدا نکرده بود و همه حملات یا صدماتی که تلاش داشت به اسرائیل بزنه از طریق بازوهای تروریستی دیگرش مانند حزب الله لبنان یا حماس یا گروه های تروریستی دیگه انجام میداد، چه در لبنان و سوریه، چه در عراق و چه در خود خاک فلسطین. این نخستین باری است که ما شاهد هستیم که جمهوری اسلامی به طور مستقیم فرستادن این همه پهپاد و موشک های کروز و موشک های بالستیک رو، حدود 300-400 موشک و پرتاب گوناگون رو انجام داد. و همونجوریم که هممون دیدیم تعداد بسیار کمیشون تنها به خاک اسرائیل وارد شد و برخورد کرد که یکیش به یک منطقه مسکونی بود که یک دختر عرب کوچکی در اونجا زخمی شد و یکی از موشک‌های دیگه که به یکی از سوله‌های کارخونه در یک پادگان نظامی اسرائیل برخورد کرد که خسارتی هم نداشت و تلفاتی نداشته و چند تاش هم که می‌دونیم همونطور که هم شنیدیم و دیدیم در بیابان‌ها افتاد. و این در واقع نشون میده که جمهوری اسلامی در واقع این حرکت رو که به منظور تبلیغاتی در واقع خواست انجام بده بسیار بسیار نسنجیده و خام انجام داد، چون توان رزمی این رژیم کلن زیر پرسش رفت. هزینه بسیار زیادی که متقبل شد برای این همه پهبادی که از بین رفت و از خودش یک تصویری که اومده بود به عنوان قدرت در واقع مهم منطقه برای گروه های تروریستی و هواداران داخلی و احتمالاً منطقه ایش اگر چیزی بودن خواست به نمایش بگذاره، به چهره خودش بسیار آسیب زد. افزون بر این که خب ما میدونیم بخش بزرگی از مردم ایران از انجام عملیات نظامی و وارد کردن در واقع تلفات و وارد کردن ایران به یک بحران بزرگ در منطقه بسیار مخالف هستند و مخالفتشون هم همیشه ابراز کردن، این به کارگیری در واقع فیلم جنگ های نمیدونم اوکراین یا آتش سوزی بزرگ تگزاس و این مسائلی که دیشب به عنوان جنگ تبلیغاتی اومد جمهوری اسلامی استفاده بکنه، بیش از پیش سبب بی‌آبرویی این رژیم و یه جورایی میشه گفت خب کشور ایران در منطقه و جهان شد و یک در واقع منبع جوک بزرگی از خودشون ساختند که آن به اصطلاح تا موقعی که کسی اقدام نظامی نکرده باشه اون ضعفش و اون در واقع ناتوانیش رو نشون نمیده، ولی واقعی که در واقع از خودش یک عروسک سرخرمنی برای هراس در منطقه میتونست به نمایش بگذاره و درباره قدرت ویرانگریش اقراق‌های بسیاری بکنه. ولی هنگامی که یک عملیاتی به این گستردگی با سر و صدای بسیار با حکم رهبری و از این برنامه‌های تبلیغاتی که دیدین انجام داد با صفر دستاورد و هیچ در واقع دستاورد، به طور زشتی در واقع دروغین بودن همه ادعاهاش و اون چهره ترسناکی که از خودش برای منطقه میخواست نمایش بده در واقع از بین رفت و میشه گفت که این کار جمهوری اسلامی به جز بی‌آبرویی درونی و بیرونی، یعنی جلوه درون مرزی و بیرون مرز برای جهان،
چیزی به ارمغان نداشت و من اصلا گمان نمی کنم که این کار زشتی که جمهوری اسلامی اومد انجام بده در واقع و پاسخ اسرائیل به این حرکت که هنوز معلوم نیست چه باشه، به نظر نمی رسه که ایران رو اصلا به هیچ عنوان وارد یک جنگ تمام عیار بکنه. حتی بلافاصله دیدیم که امروز وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که ما عملیات نظامیمون و اقدام تلافی جویانمون همین بود و انجام دادیم و دیگه ادامه‌ای بر این عملیات نداریم. یعنی خودشون هم متوجه در واقع اقدام بسیار نسنجیده و اقدام تلافی جویانه‌ای که ممکنه یه موقع اسرائیل علیهشون بکنه هستند و چون میدونن که اگر وارد جنگی با این اختلاف نظامی آشکار بشن با کشوری که اقدام یعنی امکانات و ویژگی های نظامی بسیار بسیار برتر و پیشرفته‌ای در منطقه داره و قدرت اول منطقه است، اگر بخوان وارد بشن میدونن که هیچ راهی به جز سرنگونی این حکومت براشون نمونده و از اونجایی که جمهوری اسلامی با چنگ و دندون میخواد به ادامه این حکومت در منطقه به ادامه خودش و بقای خودش بچسبه، نشون میده که جمهوری اسلامی فقط برای سرخ نگه داشتن صورتش و جلوگیری از در واقع یک جوری بیابرویی که در زدن به اصطلاح سفارت یعنی کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه انجام شد توسط اسرائیل و مهره های بسیار مهمی که شاید در 45 سال گذشته مهره های به این مهمی به جز قاسم سلیمانی از سپاه قدس و نیروی رزمی به اصطلاح فرامرزی جمهوری اسلامی کشته نشده بودند، در این اقدام دیدیم که چند نفرشون کشته شدند و جمهوری اسلامی برای به اصطلاح رفع و رجوع این بی‌آبرویی آمد یک اقدام بسیار نسنجیده تری انجام داد که خودش بسیار ناکارآمد بود. اسرائیل هم که ما همونجور که هممون میدونیم خب سپر آهنین یا گنبد آهنینی داره برای پدافند موشکی و برای همین هیچ نوع آسیب جدی که نخورد هیچ، ولی فقط من میخوام برای شما همیهنان این حالت رو این سناریو رو تصور کنم که کشوری که اینقدر توان نظامی ضعیف و مسخره‌ای داره اگر همین حجم از پهباد، فقط اینو در نظر بگیرید، و این حجم از موشک و این حجم از در واقع راکت هایی که پرت شد به سمت ایران به سمت اسرائیل اگر از اون سمت پرت بشه، شما فقط در نظر بگیرید که چه اندازه میتونه زیر ساخت های کشور ایران رو از بین ببره و چقدر ایران ناتوانه در برابر دفاع خودش در برابر نگهبانی حتی چارچوب این مرزهای این کشور و جان و مال مردم ایران و زیر ساخت های کشور. شما فقط تصور کنید چه تعدادی میتونه سد، پالایشگاه، پتروشیمی، نیروگاه های برق، فرودگاه ها و مراکز مهم نظامی و اقتصادی و به اصطلاح شاهرگ های حیاتی مملکت مورد آسیب قرار بگیره و کشوری که اینقدر ناتوانه و حتی قابلیت پاسخدهی به یک دهم این کاری که خودش کرده اگر از سوی اسرائیل براش انجام بشه رو نداره، چه اندازه در واقع در نابودی و ویرانی ایران اینها نادان و بیخردانه دارن اقدام میکنن و در واقع میتونیم بگیم که چه اندازه آنچه که بر سر ایران و منافع ملی و مردم ایران میاد براشون بی اهمیته. و جالبه مردم ایران شگفت زده هستن، اختلافی که هیچ گونه ارتباطی نداره به مردم ایران، دعوای اعراب و فلسطین و اسرائیل یا به اصطلاح دعوای به نوعی میشه گفت اعراب و اسرائیل که در 80 سال گذشته در منطقه ادامه داشته، کوچکترین سر سوزنی ارتباطی نه به منافع ملی ایران داره، نه به مرزهای ایران داره، نه به مردم ایران داره، نه به اقتصاد ایران، اصلا هیچ گونه جنگی است که در واقع ما بدونه که یک سر سوزن منافع یا
به اصطلاح مشکلی داشته باشیم که بخوایم واردش بشیم، بی خود و بی جهت 45 سال این رژیم مردم ما رو و کشور ما رو شبانه روز با خطرهای گوناگون داره مواجه میکنه و وارد یک جنگ بسیار بسیار نابرابر، میشه گفت نابخردانه ای در واقع داره کشور رو میکنه. و ما شاید تنها کشوری در جهان هستیم که بدون اینکه از سوی یکی از دو طرف دعوا باشیم، اصلا بدون اینکه هیچ سر دعوا در واقع ما باشیم و منافعی در این موضوع داشته باشیم، خودمون رو وارد یک فضولی بی جهت در منطقه کردیم و 45 ساله که همچین بلاهتی رو شما در هیچ کجای جهان، حتی شما در تانزانیا و موزامبیک و کشورهای آفریقایی هم که جنگ‌های داخلی دارن و مرتب در حال کشت و کشتار خودشون و کشورهای همسایه‌شون هستن، نمی‌بینید کسی بدون هیچ نوع منافعی وارد یک جنگ بی ربطی نسبت به خودش و کشور خودش بشه. و حتی در هیچ دولت غیر ملی شما همچین چیزی رو در هیچ جای جهان سابقه نداره که دیده باشید، به غیر از این جمهوری اسلامی و به غیر از این حکومت تروریست اسلامی در منطقه. اصولا ارتش و نیروهای مسلح یک کشور وظیفه‌شون پدافند از تمامیت ارضی و در واقع میشه گفت استقلال کشوره. چرا باید چیزی به نام نیروهای مسلح ایران در یمن، در سوریه، در لبنان، در فلسطین، در عراق در جنگ نیابتی باشه، یعنی دنبال جنگ نیابتی و برافروختن آتش از سوی ایران برای کشورهایی که هیچ ربطی به ما ندارن باشه، در حالی که مردم ایران نه در این جنگ و دعوا اصلا ذینفع هستن، نه سهیم هستن، نه توان و رمقی برای وارد شدن به جنگ دیگری رو دارن، در حالی که کشورهای عربی ثروتمند مثل عربستان و امارات و کویت و عمان شما نمیبینید که اصلا به هیچ عنوان، حتی کشورهای غیر ثروتمند عربی مانند مصر، مانند اردن، مانند مراکش، کشورهایی که بسیار هم ممکن از نظر اقتصادی وضعشون بده، هیچ کدوم اینها نمیبینید که در دفاع از فلسطین وارد عملیاتی بشن یا جنگ افروزی بکنن یا دخالتی بکنن یا یک قرون هزینه حاضر باشن بکنن. و بحران 80 ساله بین عرب و بین فلسطین و اسرائیل در واقع در حالی که خود ایران گرفتار معضلات بزرگ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و نظامی و همه گونه معضلات گوناگونی هست، اگر خیانت نیست این چی هست که ما باید وارد همچین نبرد نابرابری باشیم یا شده باشیم یا آتش افروزی بکنیم برای 45 سال گذشته و تمام ثروت‌های ملیمون حرام و حرس بشه و به ناکارآمدی در واقع صرف هزینه ملت دیگری در جنگ دیگری که اصلا هیچ ربطی هم به ما نداره شده باشه. و همه اینا نشون میده که مردم ما چه اندازه نامطمئن هستند به این حکومت، به کارهایی که این حکومت میکنه، به در واقع نادرستی این حکومت باورمند هستند و هیچ چیزی ندارن، که یعنی هیچ پشتیبانی مردم ندارن. و دیشب شاید بیشتر کشور از خواب و خوراک افتاده بود برای اینکه مردم نگران هستند که این بیخردی ها و این آتش بازی هایی که جمهوری اسلامی داره میکنه در منطقه، آیا کی گریبان این مردم بگیره، آیا این مردم مورد هجوم قرار میگیرن یا نمیگیرن. و برای اینکه به چشمشون دیدن این جمهوری اسلامی حکومتی است که هواپیمای اوکراینی رو مردم خودش رو میزنه و از سوی دیگه به ناکارآمدی موشک هایی که میفرسته کاملا آشنا هستن مردم. و همینجور هم که دیشب دیدین یه تعدادی از این موشک ها برگشته و خورده به مناطق مختلفی از کشور خودمون و مثلا در روستای کومر سرخی نزدیک شیراز به چند خونه مسکونی خورده و به چند تا باغ خورده در بخشای دیگری از ایران، به چند تا زمین و محوطه های به اصطلاح کشاورزی و باغی برخورد کرده. و حالا ببینید مردمی که شبانه روز 40% یک ملت
الان 45% مردم ایران طبق آمارهای خود جمهوری اسلامی زیر خط فقر هستن و نون برای خوردن ندارن، حالا باید یه 4 تا خیشت خرابه هم که بالای سرشون مونده یا نمیدونم یک کوچکترین جانی که ازشون باقی مونده در این مملکت ناآرام ناامن، اون هم دستخوش در واقع تهدید باشه و میبینیم که مردم ایران در واقع حتی نزدیک به حتی خانه خراب شدن هم هستن در یک همچین حکومتی. و جالبه که میبینیم که نتانیاهو هم بلافاصله امروز آمد و از سران ارتش اسرائیل خواسته که هیچ گونه تصمیم عجولانه‌ای نگیرن و نشست برگزار کرده و گفته تا پایان این نشست و تصمیمی قطعی هیچ گونه اقدامی علیه ایران انجام نمیشه و حتی هیچ گونه مصاحبه‌ای درباره برنامه‌های آینده اسرائیل و در مورد ایران هیچ گونه سخنی رد و بدل نخواهد شد با هیچ شبکه به اصطلاح خبرگزاری جهانی. ولی خب از اون جایی که اسرائیلی ها میدونن مردم ایران هیچ گونه پشتیبانی برای این رژیم ندارن و خودشون در واقع به نوعی قربانی هستند و کشور تسخیر شده و دزدیده شده از مردم ایران هست، به نظر نمیرسه که هیچ اراده‌ای داشته باشن برای آسیب زدن به مردم ایران و مورد هدف قرار دادن مردم ایران. و در حال حاضر هم در حال بررسی چگونگی در واقع تلافی این موضوع برای سران جمهوری اسلامی، برای مقر قدرت و در واقع اساس جمهوری اسلامی است و هزینه اون رو نمیخوان مردم ایران پرداخت بکنن، بلکه میخوان مستقیما خود جمهوری اسلامی تلافیش رو ببینه. و جالب هست که میبینیم که ما در یک وضعیتی هستیم که حتی نشست امنیتی هم که در آمریکا انجام شده، آمریکا مجددا حمایتش رو از اسرائیل ناچار هست به هر حال، برای اینکه اینا قراردادهای طولانی مدت به عنوان همپیمان با هم دارن و به عنوان الای در جنگ محسوب میشن با هم دیگه، هم راه و همگام محسوب میشن. و اگر که میبینید که در تمام این سالها آمریکا نقش بسیار موثری داشته در ساختن و دیولپ دادن و پیشرفته کردن سلاح‌های نظامی اسرائیل و خیلی از این بخش‌ها رو همکاری و در همکاری مشترک آمریکا و اسرائیل این سپرهای نظامی ساخته و پرداخته شده و پژوهش‌های مشترک و با سرمایه‌گذاری‌های مشترک، برای همین میدونه که آمریکا که اسرائیل از حملات این چنینی میتونه خودشو مراقبت بکنه و دست کم بالای 95% حملاتی که از این گونه بشه به اسرائیل قابل پیشگیری است. و دیدین که حتی در واقع بیشتر این پهپادها رو اسرائیل با هواپیماهای F-35 که بلند کرد روی خود اردن حتی اینا رو شروع کرد، پیش از اینکه به مرزهای اسرائیل برسن اینا رو شروع کرد به زدن. و همونجوری که میبینید دوستان و کشورهای همسایه اسرائیل به طور کامل مرز هواییشون و استفاده هوایی از کشورشون رو در اختیار اسرائیل میذارن به موقع که بتونن از در واقع خاک اسرائیل حمایت بکنن، حفاظت بکنن، مراقبت بکنن. و میبینیم که آمار دقیقی که هست الان خود دولت اسرائیل اعلام کرده 99% موشک‌های فرستاده شده از درون ایران رو اینها نابود کردن. از سوی وزارت دفاع اسرائیل اعلام شده که جمهوری اسلامی در چنین حالتی آمده به خیال خودش یه مقدار کار رو برای اسرائیل مشکل بکنه و این حمله رو در چند مرحله انجام داده، یعنی جداگانه پهپاد فرستاده، جداگانه موشک‌های دوربرد شو فرستاده، بالستیک فرستاده و خواسته به اصطلاح یه جوری سیستم دفاعی اسرائیل رو سردرگم و گیج و خیلی مثلا
زیر فشار بگذاره، در حالی که نمیدونستن که اسرائیل در طی 6 ماه گذشته در عملیات گوناگون و جنگ با حماس بارها و بارها تکنولوژی های فراپیشرفتشون رو در واقع یک جوری نشون دادن و کارآمد سیستم کارآمد دفاعیشون رو به شکلهای گوناگون آزمایش دادن و پاسخ مثبت گرفتن و این آخرین سری از آزمایش هایی بوده، بزرگترین آزمایش بوده برای نشان دادن کارآمدی سیستم دفاعی پیشرفته و درجه یک اسرائیل، که البته هزینه چنین سیستم های مراقبتی اسرائیل بسیار بسیار بالاست، برای اینکه یه مقدار از سیستم دفاعی اسرائیل هم میهنانمون در درون ایران آگاه بشن، حالا یا بیرون ایران هم فرقی نمیکنه، ولی بیشتر برای اینکه نگرانی مردم ایران رو بخوام کاهش بدم، بدونید که چگونه اسرائیل قادره که جلوی تمام حملات این چنینی رو بگیره. اسرائیل چند لایه سیستم دفاعی داره، مهمترین سیستم دفاعی پیشرفتهش به نام در واقع سیستم ارو سیستم هست، یا سیستم به اصطلاح تیر کمانی، که حتی از خارج از جب ازش استفاده میکنن و از طریق ساتلایت های بسیار پیشرفته اینها پیشبینی میشه، از لحظه پرتاب اینها رهگیری و ردیابی های بسیار دقیق میشن و این موشک ها رو میتونن از 2400 کیلومتر مانده به اسرائیل هر گونه پهباد و هر گونه به اصطلاح موشک های دوربردی رو از 2400 کیلومتری اینها رو ردیابی و شناسایی بکنن و اینها رو بتونن بزنن، که دیدین با هواپیما بلند میشن و اینها رو مثلا 2000 کیلومتر تا ممکنه مونده به خاک اسرائیل بتونن اینها رو هدف بگیرن و بزنن. و این سیستم مجهز هست به رادارهای بسیار پیشرفته و فوق‌العاده دقیق که اسرائیل اینها رو اتوماتیک ردیابی میکنه و رهیابی میکنه و مورد هدف قرار میگیرن و حتی پیش از اینکه اینها به زمین نزدیک بشن میتونن این موشک ها رو بزنن. سیستم بعدی سیستم های نیرومند ضد موشک اسرائیل یک سیستمی هست به نام دیوید سلینگ. این سیستم موشک های میان برد رو میزنه، مثل اونهایی که ایران در اختیار حزب الله و حماس و حزب الله لبنان به ویژه گذاشته بود، که سراسر اسرائیل رو پوشش میده و تکمیل کردن این سیستم از سال 2000 آغاز شده، یعنی برای 24 سال اسرائیل رو اینها کار کرده. این سیستم دیوید اسلینگ که در تصویر میتونید ببینید، سیستمی است که در واقع بسیار کارآمده و تکمیل شده امروزه و تمام موشک‌های میان برد رو میتونن باهاش بزنن. سیستم بعدی که در جنگ خلیج فارس استفاده کرد سیستم در واقع پاتریوت بود، یا سیستم پاتریوت که در جنگ خلیج فارس در دهه 90 علیه عراق استفاده شد، در حملاتی که خطر هواپیماها و درون‌های جنگی که اون موقع فرستادن تو جنگ خلیج فارس، اسرائیل اینها رو دیولپ داد و ازشون استفاده نظامی شد در اون منطقه و دیدن که چقدر هم کارایی داشته و امروزه هم استفاده میکنن برای همین به اصطلاح میان بردها، موشکای میان بردی که ایران هم استفاده کرد برای زدن در واقع موشک های کم بردتر. در سال 2006 یک سری برای راکت های کوتاه برد اسرائیل سیستم ضد موشک دفاعی درست کرد که باز اینها رو هم سال هاست دارن استفاده میکنن از سال 2006 و مثل سیستم های ضد هوایی عمل میکنه که برای دفاع در برابر حماس و باز حزب الله لبنان بارها استفاده شده و به کار رفته. همزمان 20 تا موشک رو میتونن شلیک بکنن و هر گونه در واقع تا گوشه های اسرائیل به اینها مجهزه، در کنار تمام شهرها و تمام مراکز. این همون چیزی است که شما میتونید ببینید، بهش میگن سپر گنبد به اصطلاح آهنی یا همون آیرن دوم، که این هیچ گونه اجازه نمیده که
اگر وارد جو اسرائیل بشه، موشکی وارد بشه و نزدیک بشه به زمین و نزدیک بشه به هیچ جایی و ایجاد خسارت بکنه. و اینا هم باز رادارهای بسیار پیشرفته دارن و برابر این میبینید که تمام این دستگاه ها رو بدون کوچکترین اشتباهی در واقع داره برای مناطق مختلفش استفاده میکنه اسرائیل، و به ویژه برای مناطق پرجمعیتش از این آیرون دوم یا گنبد آهنین داره استفاده میکنه. و دست آخر به یکی از سلاحایی که در راه آمدن هست به سیستم دفاعی اسرائیل که هزینه ها رو بسیار بسیار برای اسرائیل کاهش خواهد داد و در واقع میشه گفت که اسرائیل رو وارد یک فاز دیگری، وارد یک سطح دیگری، یک جایگاه دیگری از پیشرفته ترین سیستم های دفاعی جهان میکنه. این سیستمی است که میبینید بهش میگن آیرن بیم یا شعاع یا لیزرهای آهنین، که این استفاده میشه برای هر گونه حمله لیزری و تکنولوژی های سوپر پیشرفته ای که الان ایران در حال حاضر و کل خاورمیانه ندارن، ولی اسرائیل اینها رو داره میسازه و ساخته و داره امتحان میکنه و به زودی کل سیستم دفاعی اسرائیل به اینها مجهز میشه برای خطر از کشورهای ممکنه پیشرفته تری مانند چین یا جاهایی که ممکنه یه موقع به سرشون بزنه و بخوان از یک همچین سیستم های پیشرفته تری استفاده کنن علیه اسرائیل. بنابراین اون چیزی که شما دارید میبینید اینه که ما با یک کشور بسیار هوشمند، بسیار مردم باهوش که در جهان نشون دادن چه تعدادی از این مردم یهودی اسرائیل یا یهودی تباران در کشورهای دیگه دوچار، یعنی درجه هوشی، ضریب هوشی بسیار بالا و نبوغ بسیار زیادی دارن و چه امکاناتی رو اینها در نه فقط در عرصه نظامی و دفاعی برای خودشون ساختن، بلکه در تمام بخش های تکنولوژی که شما میبینید، در وسایل پزشکی، در امکانات پزشکی، در پیشرفت ها، داروسازی و در واقع نوآوری های نجات بخش برای جان مردم، انواع و اقسامش در اسرائیل، پیشرفت های بسیار فوق‌العاده در کشاورزی، در ژنتیک پزشکی، در ژنتیک کشاورزی، در بسیاری از سیستم های زیرساخت های آبرسانی و سیستم های بسیار سوپر پیشرفته کشاورزی و آبخیزداری استفاده می کنند و در انواع و اقسام رده های گوناگون مهندسی این کشور فوق‌العاده پیشرفته است. اینها زمین تا آسمون با جمهوری اسلامی، با یک مشادم ناکارآمد آخوند به اصطلاح بسیار سخیف، غیر خردمند، مغز منجمد، نادانی که فقط دارن برای بقای خودشون، یعنی همه این آتش آفرینی هایی که در منطقه خاورمیانه انجام میدن فقط برای بقای خودشون و سنگ انداختن و سر مردم منطقه رو گرم کردن به نبردهای گوناگون، برای اینکه دست و پای کشوری مثل اسرائیل یا کشورهای پیشرفته دیگری که ممکنه همراه و متحد اسرائیل باشن و در منطقه توی گل نگه دارن، برای اینکه کسی مبادا یه موقع به سراغ خودشون بیان، در حالی که همه ما میدونیم اسرائیل نیازی اصلا به حملات اینچنینی نداره برای اینکه بتونه جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. عوامل موساد در زیر سیویل آقایون، در خود بیت رهبری، در تمام مراکز نظامی و موشکی درون ایران هست و ما میدونیم که چه اندازه توانمند اسرائیل در نقطه زنی، یعنی اگر اینا بخوان یک جایی رو بزنن با چنان دقتی شما در این نبرد با حماس میبینید که چگونه تروریست‌ها رو حتی آدم به آدمشون، فرد به فردشون و اینها رهیابی‌ها و ردیابی‌های ماهواره‌ای پیشرفته می‌کنن و حتی اگه بخوان کسی رو در یک آپارتمان کامپلکس بزنن نیازی ندارن که بیان کل اون ساختمون رو خراب بکنن. اگر نیاز داشته باشن یک نفر رو بزنن، حتی میتونن یک اتاق در یک ساختمان رو هدف بگیرن و همون جا رو بزنن. بنابراین با یک چنین کشور پیشرفته‌ای، کاملا جمهوری اسلامی میدونه که اگر وارد جنگ بخواد با یک همچین چیزی بشه، اولین اتفاقی که میفته سرنگونی این رژیم و همشون رو تک تک اینا شکار خواهند کرد.
برای همین این به غیر از هدف تبلیغاتی برای درون و بیرون ایران از این به اصطلاح تروریست های دوروبر کشور ایران که اینها دارن سال هاست اونها رو تغذیه می کنن و یک جنگ روانی ایجاد کردن، هیچ نوع دستاورد دیگه برای جمهوری اسلامی این کارها نداشته و نداره. و فقط این وسط مردم ایران و کشور ایران هن که ثروت‌های ملیشون داره دود میشه، هوا میره، در حالی که بچه های سیستان و بلوچستانمون آب ندارن، خوراک ندارن، کفش ندارن، مدرسه ندارن و بخش های گوناگون ایران دچار فقر گسترده، عقب ماندگی بسیار گسترده در عرصه جهانی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، آموزشی و همه چیز دارن میشن. و کشوری که 45 سال پیش هنگامی که اینها از شاهنشاه آریامهر این کشور رو به زور غصب کردن و گرفتن، کشوری که رو به پیشرفت بسیار گسترده بود با رشد اقتصادی دو رقمی، کشوری که اگر امروز در دوران پهلوی مانده بود کشوری در حد ژاپن و کره جنوبی بود و خیلی شاید پیشرفته تر از حتی کره جنوبی بود، میبینید که به چه وضعیت اسفناکی افتاده و مردمش فقط در حال فرار از این کشور هستن، مغزهاشو از دست داده، نیروهای جوان سازندهشو از دست داده، بچه های ایران به شدت عقب دارن میرن از آموزش و پرورشی که میتونن بگیرن، از پیشرفتی که این کشور میتونه بکنه، از آینده درخشانی که میتونستن و زندگی درخشان و مرفهی که میتونستن در ایران داشته باشم. متاسفانه همه اینها هدر رفته به خاطر بیخردی و بیکفایتی یک حکومت تادندان فاسد آدمکش تروریست. و اینو از این جهت خدمت میهنان میگم که اونهایی که نگران بودن که وای الان ممکنه اسرائیل بیاد و بمب بر سر مردم یا موشک یا به اصطلاح راکتی بر سر مردم ایران بندازه، نه، این اتفاقی نیست که اسرائیل دنبالشه و اتفاقی نیست که در شرایط فعلی که اسرائیل دستش گیره برای از بین بردن تروریست هایی که تا زیر دندونش هستن در اطرافش دورا دورش و مسلح به اصطلاح گرفته بودن، در حال پاکسازی اون مناطق هست از کسانی که مستقیما وارد نبرد رویاروی و از نزدیک با اسرائیل شدن و قلع و قمع 1500-600 نفر و گروگانگیری اگر تا اکنون زنده باشن 150-60 نفر دیگر رو انجام دادن. بنابراین اسرائیل چنین خیالی نداره، اسرائیل بهتر از همه ما میدونه که چه اندازه مردم ایران در تضاد و مبارزه شبانه روز با این رژیم غاصب هستند و هیچ خیالی برای آسیب زدن به مردم ایران به هیچ روی نداره. و ولی اگر که دستش از پاکسازی اون محیط دورادور خودش، حماس و حزب الله لبنان و اینها و دستهای جمهوری اسلامی در کشورهای گوناگون مانند همین به اصطلاح سران عالی رتبه یا بلندپایه آدم کش در واقع سپاه قدس و عوامل جمهوری اسلامی هست، هنگامی که اینها رو بتونه قلقم کنه و شکار کنه و خیالش راحت بشه، اسرائیل به خوبی میدونه که تا موقعی که جمهوری اسلامی بر مسند کار باشه و تا موقعی که یک دولت مردان فاسدی مانند دموکرات ها در امریکا پشتیبانی از این جمهوری اسلامی میکنن مستقیم و غیر مستقیم، روی آرامش رو اسرائیل نخواهد دید و اسرائیل در نهایت چاره‌ای نخواهد داشت برای بقای خودش و حفظ مردم خودش و تمامیت ارضی خودش، در واقع جایگاهی که در اونجا داره رو با چنگ و دندون محافظت بکنه و برای محافظت کردن میدونه که اصل این آشوب و این فتنه و این پولهایی که داره خرج میشه علیه اسرائیل و سلاحهایی که داره ساخته و پرداخته و فرستاده میشه به عوامل بسیار دست و پاهای تروریستی خودش در منطقه تمام نمیشه مگر اینکه این رژیم سرنگون بشه و مگر اینکه این حکومت آدمکشان اسلامی در ایران محو بشن و به طور کلی بر بیفتن. و متاسفانه ما میبینیم که
دقیقاً این حالت‌ها تشدید شده و این هزینه‌ها از موقعی در واقع دوباره پول به دست جمهوری اسلامی رسیده که تحریم‌ها رو برداشته دولت بایدن و پول‌های فریز شده را آزاد کرده، تحریمی هم که برداشته موجب شده که میزان نفتی که جمهوری اسلامی داره صادر می‌کنه 3 برابر شده، از میزان پیش از تحریم به مراتب نفت بیشتری داره جمهوری اسلامی صادر میکنه و خب ما میبینیم که تمام این پول نفت هم که هیچ گونه سر سوزنی برنمیگرده به زندگی مردم ایران و کمکی به ایران و ساختن زیرساخت ها و زندگی مردم ایران نمیشه و همینجور گر و گر پول نفت و گازی است که داره از دست مردم ایران و منافع ملی ایران خارج میشه و خرج این گونه کارهای تروریستی میشه، چه مستقیم چه غیر مستقیم، پولهایی که در انواع و اقسام در واقع پناهگاه های یا تونل هایی که همه هزینه اونها را هم جمهوری اسلامی داده بود از پول نفت ملت ایران، دیدیم که انواع و اقسام شمش های طلا و میلیون ها دلاری که در این در واقع تونل ها در غزه پیدا شد که دولت اسرائیل تمام اونها رو ضبط کرده و متاسفانه مردم ایران هستن که دارن تاوان تمام این سیاه کاری ها و تباه کاری های یک حکومت فاسد اسلامی رو با جون و گوشت و پوست خودشون میدن و متاسفانه جمهوری اسلامی نشون داد با این کار آخرش که تنها توانی که داره توان فقط توی سر مردم خودش زدن و با اسلحه شلیک کردن به مغز جوانان ایران و دختران و پسران و زنان و کودکان ایران و کشتن اونها و به زندان انداختن اونها و شکنجه دادن اونها و این حکومت اینقدر ناتوان و اینقدر بیچاره و اینقدر فرومایگانی در رأسش نشستن که هیچ غلطی واقعا نمیتونن در هیچ کجای جهان انجام بدن و هر هنگامی که عرصه عمل میرسه شما میبینید به وضوح به چشم خودمون هممون میبینیم که این حکومت چقدر زبون و چقدر ضعیف و چقدر فرومایه و ناکارآمده و به غیر از اینکه جلوی مردم خودش مسلح تا دندون ایستاده و اونها رو میکشه برای اینکه مردم نتونن حکومت رو سرنگون بکنن، هیچ نوع واقعا زور و عرضه دیگری نداره، نه در عرصه جهانی نه حتی در عرصه منطقه‌ای با همه این پروپاگاندایی که شبانه روز در حال انجامش بود. 45 سال فقط همه زورشون رو زده بودن که خودشون قدرت منطقه و حتی برای مصرف داخلی خودشون قدرت جهانی معرفی میکردن و امروزه حتی طرفداران خودشون در درون و بیرون این کشور دارن میبینن که اینا حتی قادر نیستن یه پشه رو بکشن، چه برسه که بخوان برن به نبرد تن به تن یا نبرد از راه دور با ابرقدرت‌های نظامی جهان. بنابراین متاسفانه ما هیچ راهی برامون به عنوان ملت ایران نمونده برای اینکه میلیونی بریزیم بیرون و این حکومت رو هرچه سریعتر سرنگون کنیم، بیش از این منابع مالی و منافع ملیمون از بین نره، بیش از این فرزندانمون از بین نرن، بیش از این زنان و کودکانمون به خاک و خون کشیده نشن، بیش از این آینده ملتمون رو از بین نبرن و ما مستحق داشتن بهترین زندگی و بهترین روابط دوستانه با قدرت‌های نیرومند به اصطلاح ملی منطقه هستیم که می‌بینین برای کشور خودشون دارن چگونه آبادانی می‌کنن، چگونه از آب و خاکشون دفاع می‌کنن، چگونه برای بهبود زندگی مردمشون تلاش می‌کنن و ما می‌تونیم یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین نیروهای سازنده آینده خاورمیانه باشیم و همون گونه که در دوران شاهنشاه آریامهر ما
ابرقدرتی در منطقه بودیم و حرفمون مهمترین حرف در منطقه بود، رئیس اوپک بودیم، عقاب اوپک بودیم، به اصطلاح برادر بزرگ تمام منطقه بودیم و تمام همین اعراب می اومدن به دستبوسی شاهنشاه آریامهر و احترامی که این ملت نه تنها در منطقه داشت و بزرگتری که برای تمام منطقه می کرد، بلکه برای جهانیان یک آبروی جهانی ما داشتیم، کسب کرده بودیم، برای ملتمون یک آبروی جهانی خریده بودند و یک ملت سربلند مغرور مفتخری بودیم که میتونستیم به همه داشته هامون ببالیم و زندگی بکنیم که حتی در حال بهتر بودن و بهتر شدن از زندگی بسیاری از بخش‌های کشورهای جهان بودیم، حتی بسیاری از اروپایی ها به سطح زندگی که یک بخش مهمی از بخش میانه به بالای جامعه ایران پیدا کرده بودند، رشک و حسد می‌ورزیدند و متاسفانه ما امروز به جایی رسیدیم که موشک هایی که این حکومت میندازه حتی به سر و کله مردم خودمون میخوره و مردم خودمون رو همه جوره دارن قلع و قمع میکنن و این کشور رو ویران و ضعیف و رو به زوال میکنن. سپاسگزارم از اینکه به این برنامه توجه کردین و امیدوارم که در برنامه های دیگر شبانه درباره مسائل بسیار مهم دیگری از اوضاع و احوال درونی کشورمون با هم صحبت بکنیم. سپاس از همگی برای توجهتون و بدرود تا برنامه آینده، پاینده ایران.